وقت شما بخیر. باز هم احترام و به پس از خبر خوش آمدید. گشایش 24 ساعتی بندر تورخم میان مرز افغانستان و پاکستان یا میان افغانستان و پاکستان موضوعی است که امشب بیشتر روی صحبت می کنیم. این بندر در حال افتتاح میشه که دو مقام حکومت افغانستان، وزیر ترانسپورت و در کنارش والی ننگرهار هم در اونجا حاضر بودند. اما آنچه قابل بحث است، حک شدن نام مرز رسمی در گذرگاه تورخم از سوی نخست وزیر پاکستان هست که با واکنش‌های زیادی روبرو شده است. سوال اینجاست، این مورد چقدر میتونه چالش‌زا باشه برای آینده بازرگانی افغانستان و پاکستان؟ موردی که حالا حکومت افغانستان متهم به پاسخدهی دیر زمان یا اینکه در پاسخدهی به این مورد متهم شده که دیر اقدام کرده شدن. اما سوال که مطرح میشه یا سوال اساسی این برنامه هم آینده بحث بازرگانی یا تجارت میان دو کشور هست. افغانستان و پاکستان در چه وضعیتی پس از این با همدیگر داد و ستد خواهند داشت؟ پس از گزارش روی این مهم صحبت خواهیم کرد. آقای نوید و جانباز را در بحث دارم. بروز چهار شنبه روند رفت و آمد در گذرگاه تورخم در یک مراسم ویژه به گونه 24 ساعته فعال شد. از آن طرف نخست وزیر پاکستان و از جانب افغانستان وزیر ترانسپورت و والی ننگرهار پرده از روی این نقطه اختلافی برداشتند. در اینجا تورخم مرز رسمی از سوی پاکستان نامگذاری شده است. امیدواری ما ایست که در گذرگاه دیگه که در خط دیورند وجود داره، در چمن، در غلامخان، او هم در آینده با اساس همطور هماهنگی ها 24 ساعته شود که برای هموطنان ما سهولت با وجود بیاید. حک شدن گذرگاه تورخم همچون مرز رسمی از سوی پاکستان با واکنش تند حکومت افغانستان روبرو شده است. خط فرضی دیورند موقف روشن و تاریخی است و حکومت افغانستان، دولت افغانستان ای صلاحیت نداره که تصمیم سیاسی راجع به خط فرضی دیورند بگیره. لوی هم که نصب شده است طرف پاکستانی ها نصب شده در خط در سایه صفری و آنچه کنها نوشتن طبعا ما به رسمیت نمیشناسیم. اما واکنش دیرهنگام حکومت افغانستان و حضور مقام‌های رسمی حکومت در این مراسم پرسش برانگیز خوانده شده و واکنش‌های زیادی را به همراه شده است. پرون رال صدر اعظم عراق از مرد حکومت اعظم بر سر بلار متاسفانه او دورین دی سرحد پنامایات کی درنگر هار والی او کم وزیر امور غریب ده دامنش افغانستان آزاد ندی او رس پر رس دزو فقوات روان دی. خط صفری دیورند سال هاست که از نقاط اختلافی میان افغانستان و پاکستان بوده است. پاکستان این خط را مرز مشترک می شناسد، اما افغانستان آن را همچون خط فرضی و مربوط به خاک خودش می شناسد. این در حالی است که پاکستان در ماه جنوری سال جاری همچنان 900 کیلومتر خط دیورند را حصارکشی کرد. آقایان جان آقا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری و جناب عبدالرشید جانباز، آگاه سیاسی و اقتصادی اینجا در استدیو با ما هستن. خیلی خوش آمدید، ممنون از تشریف‌آوری هر دو بزرگوار. بین بحث را با شما آغاز کنیم. نوید صاحب، از اینجا که 24 ساعت شدن خدمات در مرز تورخم پیام رسان چیست؟ اول خو در نخست با شما بیننده های عزیز شما و همچنان تمام همکارای تکنیکیتان سلام عرض میکنم. درود به شما. در رابطه با این که خدمات در بندر تورخم 24 ساعته شد، اگر ما از بحث سیاسیش بگذاریم، از بحث نظامیش بگذاریم، از بحث سرحدیش بگذاریم، کورا بگذاریم به مسئولینی که در این راستا مسئولیت دارن، اما از بود اقتصادی فعلا میتونه بعدن با صحبت کنیم. از دیدگاه اقتصادیش و به خصوص از دیدگاه اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان صحبت بکنیم. 24 ساعته شدن خدمات در بنادر یک طرح و پیشنهاد اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بود. هرگاه در بنادر چی بندر در تورخم وجود داشته باشه و چی هم در پل اتک وجود داشته باشه، اما 24 ساعت خدمات عرضه بکنه،
به خیر مردم افغانستان و پاکستان خواهد بود، بر ازی که ما میتونیم بیشتر کالا انتقال بدیم و کالاها را از و همچنان بیشتر صادرات داشته باشیم، بیشتر تبادلات داشته باشیم به این هدف. اما 24 ساعته شدن چه شرایط را باید داشته باشه؟ اولی که تاسیساتی که در این بنادر نیاز است، ضرورت است، باید ساخته شود که تا حدودی در جهت افغانستان ساخته شده، ولی هنوز هم دو طرف وجود نداره و گردارم بسیار کم است. اما این را فراموش موضوع نکنیم که بحث سیاسی و مؤلفه‌های سیاست، فرهنگ و بحث‌های دیگر همه متاثر می‌سازند اقتصاد را در وضعیت کنونی به خصوص. اما این که میایم سر از افتتام میشه، سر از این مسئله هم میایم، بحث دیگه ای است که هرگاه ما 24 ساعت بنادر باز باشه ولی صدور ویزه ها سهولت نداشته باشه یا کوتاه مدت باشه، چگونه انتقالات صورت بگیره؟ به منظور از اینکه ما بتانیم در اینجا کار از سرعت ببخشیم و واقعا به هدف اقتصادی و تجارتی و تبادلات کالاها ای باز شده باشه، باید ما در تمام نهادهای دیپلماتیک خود، چی از افغانستان در جانب پاکستان است و چی از پاکستان در داخل افغانستان است، باید کارهایش را وسیع بسازیم، ویزه ها را با شرایط سهل و تعداد زیاد با میعاد متعدد، یعنی ملتیپل که برش میگه، یا چندین بار باید بتانن به خاک یکی دیگه داخل شوند تاجرها و کسایی که تبادلات کالاها را میکنن، این را باید توجه بکنیم. هرگاه یک ویزه را ما توسط یک کمیشن کاری که فعلا در بخش‌های مختلف در داخل افغانستان به خاطر پاکستان گرفته میشه و یک کلان مشکل تاجرها شده به این شکل صادر شوه، دیگه باز بودن بنادر هم اونقدر مؤثر نخواهد بود. در رابطه به این که واقعا ما در طول سالیان متمادی به سر تنش‌های سیاسی و نظامی تبادلات کالاها، تجارت و اقتصاد ما متاثر شده، متاسفانه روی این مهم هم صحبت خواهیم کرد. اما جان باصب، شما هم خوش آمدین. فکر میکنین چقدر امیدوار کننده خواهد بود بحث باز شدن خدمات یا ارائه خدمات 24 ساعته در بندر تورخم، موردی که خوشبینی ها را هم بدنبال داره سوی برخی و بدبینی ها را؟ گذشته چگونه بوده و پس از این چگونه خواهد بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما و همکاران محترم تکنیکی شما و بینندگان محترم تلویزیون جهانی آریانا نیوز. اگر ما به پند منظر تجارت ترانزیت بین افغانستان و پاکستان نظر اندازی کنیم، ما شاهد بودیم که افغانستان در گذشته ها عمدتاً وابسته به بنادر پاکستان بود در ارتباط به ترانزیت و صادرات و واردات اموال تجارتی افغانستان، ولی در اواخر ما دیدیم که بنا به اساس تلاش های دولت جمهوری اسلامی افغانستان امیر به اسلام معاصره خلاص شد. امروز افغانستان راه های دیگری هم دارد اختیار که میتونه اموال تجارتی خود صادر و وارد بکنه، مثل بندر چابهار، مثل راه ابریشم، مثل بندر حیرتان که خوشبختانه چندی پیش مستقیماً اموال تجار افغانستان از چین وارد افغانستان شد و از افغانستان هم به طرف چین رفتند. هرچند انتقادهای هنوز هم وجود دارد. دقیقاً مشکلات های وجود دارد از لحاظ ساختاری، از لحاظ زیربنایی، از لحاظ مشکلات های سهولت های برای تجار افغانستان، ولی به هر صورت امروز افغانستان تقریبا به یک دروازه محدود نیست، به یک بندر محدود نیست، بلکه مادره های دیگه داریم که از او بتوانیم استفاده بکنیم. اما اینجا خدمات 24 ساعته شده. دقیقاً خدمات 24 ساعته را ما استقبال میکنیم به شرطی که همونطور که جناب نوی صاحب گفتن در پالوی از او سهولت های دیگری برای بازرگانان افغانستان به وجود بیاید. سهولت چقدر بوده برای بازرگانان افغانستان تا کنون؟ در گذشته متاسفانه نه تنهایی که سهولت نبوده، ممانعت ها و مزاحمت های بسیار جدی سر راه تجار و بازرگانان افغانستان وجود داشته و حتی ماها بنادر بر روی کالاهای افغانستان بند مسدود می شد که تجار ما تحت نام دمریج یا توقف خسارات هنگفته را پرداختند و همچنان اموالی را که صادر می کردند به خصوص میوه های تازه افغانستان، چون اینا زود فاسد می شند بنابر توقفاتی که اونا انجام می دادند، تجار ما از این مدرک هم خسارات هنگفته را متقبل شدند. گرچه در سال 2002 توافقنامه تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان به نام ابتا امضا شده، ولی متاسفانه که پاکستان از این به حیث وسیله سیاسی عمدتا استفاده کرده و در مواقع بسیار مهم و فصلی که به خصوص میوه های تازه افغانستان میرسه، اونا به بهانه های مختلف صدرای صادرات میوه های تازه افغانستان
به خصوص به بازارهای هند می شدند. امیال شما در جریان هستین که چند پیش بندر واگه هم یک مشکلاتی بود بر روی تجار افغانستان، بر روی صادرات بازرگانان افغانستان مسدود شد. حالا حتی بنابر تنش‌های سیاسی که بین هند و پاکستان آمد، فضای پاکستان بر روی پروازهای تیارات افغانستان محدود شد یا بند شد، اجازه پرواز ندادن و مسافرها و پروازهای ما شما از راهی بسیار دور می رفتن. تکت ها هم حتی دو نیم برابر شد، تقریبا یک ساعت یک و نیم ساعت سفر و پنج ساعت و پنج و نیم ساعت کشید. به مو خاطر دولت جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم گرفت که خطهای هوایی ترانزیتی اموال تجار ایجاد کنه، که شما میفهمین در کوتاه‌ترین وقت، یعنی در یک وقت کم، ایا به نفع است که ما میتونیم از این خط استفاده بکنیم، ولی در دراز مدت این راه حل نیست، برای اینکه اقتصادی نیست، این مصارفات گزافه در پی داره. بنان راه های زمینی به خصوص بنادری که ما را به آبهای بین المللی وصل بکنه، که از او یکی هم بندر کراچی پاکستان است، این برای ما با اهمیت است. خدا کنه که این خدمات 24 ساعته صادقانه با سهولت های لازم در خدمت بازرگانان افغانستان قرار بگیره. سوالی که مطرح میشه، میخوایم از جناب نوید هم داشته باشم پاسخش را، همینجاست. این افتتاح خدمات 24 ساعته چقدر میتونه جنبه واقعی داشته باشه؟ آنچه که چندی بعد در فصل میوه های افغانستان بار دیگر مسدود نشه، دردسری برای بازرگانان افغانستان ایجاد نکنه و واقعا ضمانتی وجود داره؟ بس سر از این است که اصلا تبلیغات که امروز یا در چند روز در رابطه به این انجام میشه، اصلا ابتکار از این برمیگرده به حکومت افغانستان و اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان. آنچه که رئیس جمهور در آخرین سفر خود مطرح کردن، این طرح پیشنهاد اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان برای حکومت افغانستان بود که باید خدمات در تمام بنادر افغانستان 24 ساعته شود، که از او جمله چند بندر در داخل افغانستان 24 ساعته شد و ما خدمات در تورخم هم قبل از اونا چند ماه قبل خدمات 24 ساعته را آغاز کردیم. به این دلیل اونا هم که دیدن وقتی که 24 ساعته را ما خدماتش پیشکش کردیم و از این اقدام ما پیروی کردن و از این ابتکار صدر اعظمشان استقبال کرد، برای اینکه یک شعار یا کمپاین انتخاباتی زو هم بود. اما زمانه بحث دیگه ای است که آله دیگر نیاز برای این نیست که ما از اونا زمانتی را بگیریم. موقعیت جغرافیوی افغانستان دیگه فعلا او در شرایط چند دهه قبل نیست. تمام کشورهای منطقه نیاز دارند که از این راه عبور بکنند، یا انرژی خود انتقال بدن یا ترانزیت بکنند و یا اموال خود، برای اینکه این کشورها نیازمند یکی دیگه هستند. همیال اقلام تولیدی پاکستان دیگه بازار فروش در دیگه کشورها نداره به جز از افغانستان و آسیای میانه. اما این را فراموش نکنیم که افغانستان انتقال بده، این را فراموش نکنیم که هنوزم در برابر بازرگانان افغانستان سد زیادی وجود داره در رفتن به پاکستان. بار بار اذیت میشن، بار بار اینا را خب حتی توهین، تحقیر و سایر موارد. من با شما موافق هستم که این مشکلات در مسیر راه بازرگانان افغان ایجاد میکنن، ولی هر قدمی که بگذارن به ضرر خودشان است. برای اینکه شما میبینیم که در اینجا حجم تبادلات از 3 میلیارد دلار و 1 میلیارد کاهش پیدا کرده، دلیلش هم همین مسائل است که تاجرای افغان و متشبثین افغان دیگه راههای خود تغییر داده. پس هیچ نوع ضمانتی وجود نداره در اینجا که حداقل ما بتانیم آینده بازرگانی را میان افغانستان و پاکستان تضمین کنیم. من براتون گفتم که دیگه نیازمندیش وجود نداره، ما دیگه وابسته به راههای پاکستان نیستیم. اما میتونه راههای پاکستان یک موثر باشه. بله، پاکستان درست است که یک راهی است که ما سالیان متمادی از او را تبادلات داشتیم و آل هم هرگاه از او را تبادلات داشته باشیم به خیر دو کشور است، اما مفاد بیشترم پاکستانی ها میبرند، برای اینکه ما از مسیر ناگزیر هستیم ترانزیت بکنیم به کشورهای جنوب آسیا و همچنان از طریق بنادر آبیشان استفاده بکنیم. اما دیگه موضوع آل ایجاد بندر چابهار، موضوع خطوط لاجورد به خصوص از مسیر خط آهن، همچنان بندر حیرتان و بالاخره قزاقستان چین و از این طرف هم ترکمنستان چین و باز بودن تمام بنادر کشورهای همسایه دیگه، و اونا هم تلاش میکنن که سهولت بیارن و خدمات بیشتر عرضه بکنن. هرگاه پاکستان از این اقدامات از اونا پیروی نکنه، غیر از اینکه به ضررش به مفادشان نیست. میخوایم دیدگاه شما را در مورد آنچه که در لوحه‌ای که افتتاح شد حک شده بود هم داشته باشم.
فکر میکنین درج مرز یا باردر در همون لوحه افتتاحیه چقدر میتونه چالش‌زا باشه به خاطر بیشتر شدن رابطه بازرگانی افغانستان و پاکستان؟ این مورد با انتقادهای زیادی مواجه شده داخل افغانستان. خب ما آغاز صحبت‌های من این بود که ما سرمس چون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان یک نهاد سیاسی نیست و کاملا بی‌طرف است و مطلقاً ما از بود سیاسی نمیخوایم روی این مورد شما بحث کنین. اقتصادی است. سوال من اینجاست که از بود اقتصادی اگر این مورد را پیش بینی باشیم چقدر میتونه متاثر بسازیش؟ دیدگاه اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان ای است که چه در کدام نقطه افغانستان و چه در گوشه‌ای که باید تبادلات صورت بگیره در اوج سهولت‌ها ایجاد شود. موضوع بحثی که گفتم مسائل سیاسی شه، مسائل نظامی شه و سرحدی شه میگذاریم به مسئولین سیاسی سرحدی که ای بندر در تورخم باشه یا در پلایتیک باشه، ای اونا تصمیم بگیره و ای ملت افغانستان تصمیم بگیره. ولی ما میگیم که در هر گوشه دنیا کس سهولت بیارین تا تبادلات صورت بگیره، تا تجارت صورت بگیره، تا اقتصاد مردم منطقه تغییر بکنه. دیگه مردم منطقه آل دنیای اقتصاد است. سوال ما چیز دیگری هست جناب نوید. سوال ما از زاویه دیگری هست، شما از زاویه دیگر میپردازین به بس. سوال ما اینجاست که دقیقاً نمیتونه این انتقادها و واکنش‌های حکومت افغانستان از یک طرف، آگاهان از دیگر طرف، چهره‌های تاثیرگذار افغانستان از دیگر طرف، رئیس جمهور سابق افغانستان از دیگر طرف به میزان رابطه بازرگانی افغانستان و پاکستان از طریق مرز تورخم این را متضرر بسازه. هرگاه واکنش ها دو طرفه شوه طبیعی است که متاثر می سازه مسائل اقتصادی را، برای اینکه ما تا حال که دیدیم تنش های سیاسی نظامی هموارم تبادلات اقتصادی و رشد اقتصادی را متاثر ساخته. متاسفانه. بسیار تشکر جان باسب، همین مورد را بیاین با شما هم شریک بسازم. آنچه که در لوحه افتتاحیه نوشته شده مرز تورخم یا تورخم باردر، این واژه باردر چقدر میتونه متاثر بسازه بحث اقتصادی را میان افغانستان و پاکستان؟ خب ما به یه عقیده هستم که روابط سیاسی طبعا تاثیر داره با روابط اقتصادی، و از سوی دیگر اگر ما به تاریخ گذشته بعد موجودیت پاکستان تا امروز امی تورخم به اسم بندر تورخم یادآوری شده، در تمام اسناد و سوابقی که شما برین ببینین، در اتمال تجارتی که میاد در اوج یک بیجک از لحاظ اقتصادی میگن و در اون نشته است که تورخم بردر، و این گپ نو و تازه نیست. ولی آنچه مربوط به تاثیرات سیاسی میشه اگر واکنش های را در داخل افغانستان برانگیزه، طبعا این باعث میشه که داد و ستود بازرگانی را متاثر بسازه. یعنی حالا اینها تازه متوجه شدن که همین مورد مرز اونجا ذکر شده؟ در گذشته هم این بود، از طرف سایت پاکستان نشته بود که تورخم بردر، ای آل نو تازه نشته نشده. یعنی حکومت افغانستان آل تازه متوجه شده ایره؟ از سوی دیگر، خب یک وسیله سیاسی است، چون ما در طرف انتخابات روان هستیم، کمپاین انتخاباتی وجود داره دیگه داره. ولی شما ببینین وقتی که در این طرف امی تورخم پلیس سرحدی ما خروجی میزنه برای پاسپورت یک شهروند افغانستان، و در او طرف هم پلیس سرحدی پاکستان دخولی میزنه برای یک شهروند افغانستان که داخل پاکستان شد، و سوی دیگر ما در پشاور قنسولی داریم فعال. اگر پشاور جز خاک افغانستان است، در خاک افغانستان خو ما ضرورت نداریم که قنسولی باز کنیم، و اگر بندر تورخم باعث سرحد یا باردر به رسمیت نمیشناسن، خیلی چرا دخولی زده میشه ده او و چرا خروجی ده او زده میشه؟ بنابراین از بعد و تاسیس پاکستان تا حال این بندر به نام بندر تورخم بوده و از این طریق تجارت بین المللی صورت گرفته، تبادلات صادرات واردات صورت گرفته، و در تمام اسنادی که تا امروز ما مطالعه کردیم این به نام بندر تورخم یا تورخم باردر در اسناد نوشته بود. میخوایم از آقای صدیقی سخنگوی رئیس جمهور برتان نقل قول کنم. گفتن حکومت افغانستان این صلاحیت را نداره که تصمیم درباره خط فرضی دیورند بگیره، لوحه‌ای که در صحیح صفری نوشته شده و ما آن را به رسمیت نمیشناسیم. یعنی چی؟ خب به این حرف مربوط به اوست، اونا باید توضیح بتن چی بوده. ولی ما چی برداشت کردین از این مورد؟ ما او را نمیپذیریم. قبلا وجود داشته، در اسناد نوشته شده، اما حالا اینا متوجه شدن که نه، او تو یک گپ هم بوده و ای تو یک گپ هم هست. دقیقا، ولی تنها یک گپ نیست. شما ببینید تقریبا یک ماه پیش
پارلمان پاکستان فیصله کرد که مناطقی که به نام سرحد آزاد ما شما میشناختیم او را جز ایالت خیبر پختونخوا ساختند، که به تعقیب از او پارلمان هند هم فیصله کرد که کشمیر تحت تسلط هندوستان که در گذشته به نام کشمیری آزاد یاد میشد جز هند شد. بنان در او وقت چرا حکومت افغانستان عکس العمل نشان نداد که سرحدات خود این سر قبایل آزاد است، اینا جد خاک پاکستان نیستند، اینا حتی ما یک وزارتی به نام وزارت اقوام قبایل داریم که همیشه در اون مسائل کار میکردند. در این مورد زیادی هم به اون طرف مرز روان شد بلکل. در گذشته بالکل گفتم میشه از سوی دیگر از سوی دیگر شما امروز در خبرها شما شنیدین که 900 کیلومتر سرحد امی خط فرضی دیورند اونا سیم خاردار گرفتن. بنان چرا او وقت اختلافات صورت نگرفت؟ چرا مخالفت ها صورت نمیگیره که شما اگر جد خاک ما از خاک ما یک کشور بیگانه چرا میایه و او را سیم خاردار کش میکنه؟ اما رئیس جمهور قبلی افغانستان میگه اگر امنیت و صلح داشتیم نه کسی به دیورند سیم دونده میتونست نه کسی هم بالای ما بم انداخته میتونست. بسیار تشکر. فکر میکنین آنچه را که حکومت افغانستان حالا باید انجام بده و برای زمین سازی بیشتر و بیشتر ساختن رابطه بازرگانی افغانستان و پاکستان میتونه از این فرصت استفاده کنه چیست؟ خب از این فرصت همونطور که براتون گفتم قبلا از جانب افغانستان اقدامات در راستای خدمات 24 ساعته بنادر آغاز شده که شاید هم به زودی تمام بنادر افغانستان به طور 24 ساعت خدمات ارائه بکنن و از امی تورخم و بعضی بنادر دیگه آغاز یافته ای کار، و در این راستا باید حکومت افغانستان در قدم نخست روی مسائل دیپلماتیک کار بیشتر بکنه تا ای که دفاتر قنسولگری ها اتشای تجارتی هر دو کشور فعالیت بیشتر داشته باشند که همین 24 ساعت خدمات را که ارائه میکنن باید بر ازی تبادلات بیشتر صورت بگیره و بر مردم خدمات بتانن. هرگاه ویزه نباشه اونا اگر باز باشه دفتر بندر چگونه عبور و مرور صورت بگیره، چگونه تبادلات کالاها صورت بگیره و در رابطه با اینکه چگونه باید اقدامات انجام شوه باید اینا دست به کار شوند، نشست های داشته باشند، قراردادها موضوعی قراردادها است. تفاهم‌نامه‌های متعدد امضا شده اما به او عمل نمیشه. صرف ما یک تعداد تفاهم‌نامه یا قرارداد ابتدا که داشتیم مشکلات خود در زمان عقد قرارداد بار بار داشته پاکستان سر باز داد. با می دلایل پاکستان بار بار سر زد و مشکلات را ایجاد کرد، برای اینکه در زمانی که قرارداد ابتا امضا میشد باید دقت بیشتر صورت میگرفت که متاسفانه صورت نگرفته بود. ما یک مورد شبرتان میگم که باید تاجرای افغان تضمین پرداخت میکردن که اموال ترانزیتیشان از پاکستان عبور میتن و این تضمین ها به اندازه بود که کل ازیر جمع میکردی سرمایه هن گفتی در بانکای پاکستان تشکر. باید تراکم میکرد، از این خاطر او قابل تطبیق نبود و باید روی ازی بیشتر کار شوه و قراردادهای جدید در این راستا امضا شوه. ممنون. نسخه شما چی هست برای همین وضعیت از بعد سیاسی و اقتصادی؟ ما همونطور که نوید صاحب گفتن باز بودن 24 ساعته تبادله اموال تجارتی را بین پاکستان و افغانستان استقبال میکنم، مشروط بری که به مو پیمانه و ظرفیتی که تبادله اموال بالا میره به مو پیمانه و ظرفیت زیربناهای اساسی هم در او بنادر ایجاد شود و سهولت های برای بازرگانان افغانستان و برای شهروندان افغانستان باید ایجاد شود تا بتوانند از این وقت 24 ساعته اونا به صورت درست استفاده بکنند. متاسفانه هنوز اوتو زیربناهای اساسی که بتانه خدمات 24 ساعته را برای تبادله اموال تجارتی انجام بتن اونجا ما فکر میکنم وجود ندارد. بسیار تشکر آقایان نوید و جانباز، ممنون از حضورتان. تشکر. تا درود دیگر بدرود. We'll be right back.